دوستان، سروران و عزیزان همراه، درود بر شما. من در این ویدیو میخوام راجع به گرونی‌های اخیر آمریکا با شما صحبت کنم. گرونی‌هایی که واقعاً برای ما که نزدیک به 11 سال اینجا داریم زندگی میکنیم غیر منتظره است. البته هرچند که خب عادت کرده بودیم در کشور ما هر روز قیمت ها تغییر میکرد تا اون زمانی که من در ایران بودم، ولی وقتی اومدیم اینجا قیمت ها یه ثباتی داشت. اصلا بعضی موقع به جایی که بالا بره حتی میدیدیم که قیمت ها پایین هم میاد و مخصوصا خونه هایی که نوساز بود، شما مثلا میخرید 200,000 دلار، 5 سال بعد اون خونه 170,000 تا بود. اما متاسفانه تو این 2 سال اخیر با اومدن اپیدمی کرونا و از این اوضاع احوالی که شده، گرونی دامنگیر کشور آمریکا هم شده و بعضی از گرونی ها اصلا غیر منتظره است برای ما که چرا اینقدر قیمت بالا رفته. حالا ما یه بررسی اجمالی میخوایم بکنیم. خب شاید در مورد این مسائل کارشناسان اقتصادی هستن که خب صحبت میکنن. من با چند تا از دوستان ایرانی هم که در داخل ایران زندگی میکردم و باشون صحبت میکردم بسیار در این زمینه مطلع بودم و برای من خب جای تعجب داشت. عرض کنم که بعد از اینکه کرونا اومد، یه سری جنسا یهو قیمت 2 برابر 3 برابر افزایش پیدا کرد، ولی دوباره برگشت به همون قیمت سابق. اما بعد از مدتی یواش یواش دیدیم که قیمت های یه سری از اجناس رفتش بالا، دیگه بر نگشت و همینطور ثابت موند. یعنی وقتی که گرون شد همونجور گرون شد و دیگه قیمت ها پایین نیومد و بسیار جای تعجب داره. یکیش بنزین بوده که هر سال اینجا قیمت بنزین مثلا میدیدی توی زمستون یه مقداری بالا میرفت، تابستون میومد پایین. یا هر جنسی، مثلا گوجه یا لیموترش، اینایی که فصلی بودن، قیمتاشون میرفت بالا یه مقداری. یه منظورم میگم میرفت بالا یه 30% 40%، نهایتا قیمتش افزایش پیدا میکرد. دوباره که فصلش میشد میومد قیمت قبلی، شاید هم بعضی موقع حتی ارزونتر هم از اون قیمت قبلی. ولی متاسفانه تو این 5-6 ماه اخیر مخصوصا قیمت ها تغییر کرده، بالا رفته و پایین نیومده. حالا من میخوام یک سری از این اینوایس ها یا فاکتورهایی که من خرید کردم و شما رو میخوام ببینید که این اینوایس ها در 2 سال قبل قیمت چقدر بوده یا 3 سال قبل چقدر بوده و الان چقدر شدن. حالا کلن من اینوایس هایی که تو این 3-4 سال اخیر داشتم رو یه سری نمونه شو خدمتتون عرض میکنم. لطفاً این اینوایس ها رو ببینید تا من در مورد قیمت ها مقایسه بکنم و شما رو در جریان بذارم. الان این می 2019 است. گوشت رو من خریدم 16.39، یعنی یه 10 پوندی گوشت چرخ کرده. این پارسال، همین ژانویه پارسال، شده 22.89 و الان که 5-6 ماه این قیمت هست 32.44، یعنی از پارسال 10 دلار گرون شده و اصلا واقعا خیلی
جای تعجب داره. این روغن فرنج فرایز، یعنی ما باهاش سیب زمینی سرخ کرده درست میکنیم، یه 20 لیتری رو میخریدیم 18 دلار خوردی، یعنی من اینجا دو تا خریدم 36 دلار و 84 سنت. الان یک دونه شو باید بخریم 39.98، از دو برابرم بیشتر شده قیمتش. عرض کنم کاهو ما میخریدیم 1.68 دلار، الان یک کاهو شده 2.38 دلار. البته از این کاهوهای دوقلوییه، یعنی تو هر بستش دو تا کاهو هستش. اما قیمت یه بانچ موز از روزی که ما اومدیم همین 1.58 دلار بوده، الان هم همون 1.58 دلار، تغییری نکرده. این ظرفای یه بار مصرف 8 دلار بوده هر بسته 125 تاییش، الان شده 13.25 دلار، یا نوشابه ها اینا 9 دلار بوده الان 11 دلار و خوردی هستش، 11.98 دلار. و این نوشابه ها هم 10 دلار بوده که 35 تا قوطی هست که الان شده 13.82. این پپسی هم که مثل همون مندوق 9 دلار بوده که الان 11.98 هستش. این نوشابه هم همه 10 دلاری بودن که الان شدن 13 دلار خوردی. این عسلا هستش، اینا هم 10 دلار بوده الان شده 15.98. حالا یه چیز دیگی که اونم قیمتش در این 11 سالی که من اینجا هستم تغییر نکرده، همین مرغای آماده خوردنه، یعنی این مرغا رو میگیرن درستش میکنن گریلش میکنن میذارن اینجا بسته بندی 4.98. من از روزی که اومدم اینا 4.98 بود و هنوزم 4.98. یا این آناناس هم مثل شبیه موز قیمتش تغییر نکرده 2.98، یعنی این یه بانچ 1.58. حالا شاید اینم یه سیاستیه که اونایی که این کام پایین دارن بتونن حداقل شکمشون رو سیر کنن. این برنجا هم که خب برنج رویال بسمتی اینا هم 10 دلار بوده الان تقریبا 14 دلاره. متاسفانه کشور مثل کشور ما ایران به خاطر تورم زیاد اقتصادی که هست، هر ساله شما مثلا میخواین یه جنسی رو بخرید یا یه خونه یا یه کالایی، پول جمع میکنید میرسه به اون پول، بعد که میخواین بریم بخرید میبینین قیمتش افزایش پیدا کرده و باز نمیتونید اونو بخرید. حالا یه دوست هنرمندمون میگفت که اگر کسی که 30 سال اینجا کار کرده باشه، منظور از اینجا همون کشور ایرانه، و نتونسته پیشرفت کنه حتما بی‌عرضه بوده. ایشون منظورش ایران نبوده، احتمالا منظورش در کشور مثل آمریکاست که اگر زندگی بکنن و خب یه درآمدی داشته باشن، کسی 30 سال بخواد اینجا کار بکنه مسلما صاحب یه خونه زندگی و یه پسندازی خواهد شد، چون اقتصاد اینجا طوری هست که مردم میتونن خودشونو برسونن به اون خواسته هاشون. حالا اگر یه نفر میتونه 5 ساله خواسته هاش برسه، یکی شاید 7 سال یا 10 سال، بالاخره آدم ها میتونن اینجا از نظر اقتصادی خودشونو غنی کنن، صاحب خونه بشن، ماشین بشن، همه اون چیزایی رو که بقیه دارن هم
اونا هم بهش دسترسی پیدا کنن. اونم به خاطر این هست که کنترل میکنن تورم رو، کنترل میکنن سود بانکی رو. اینجا اگر افزایش خونه داشته، به جاش اینترست یا بهره بانکی اومده پایین، اینجا خونه ها بهره بانکیش مثلا 5 سال پیش تا 6% هم رسید، ولی الان 2.5% تا 3%، حتی اونایی که کردیتشون خوبه یا یه جاهای مورگجای کمپانیایی هستن تا حتی 1.5% هم اینترست میگیرن برای وام خونه. در حال این هم یک برنامه بود که خواستم به سم و نظر شما برسونم در مورد وضعیت اقتصادی در کشور آمریکا. امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.